السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، دوستاني عزيز، بارزوي صحة وعافيتي همگي شما اين ساغاز ميكونيم بتوفيق الله سبحانه وتعالى درس سوم را در مضمون علم نحو. دوستان عزیز، طبق فهرست موضوعات کتاب مقرر شما، امروز کدام عنوان که برای جلسه امروز انتخاب گردیده هست، کانه و اخواتها هست. دوستان عزیز، شما باید دانین که در دو جلسه گذشته ما بعضی موضوعات مختلفه اما مهم را در علم نحو مورد بحث قرار داریم. خصوصا در جلسه گذشته ما و شما یک موضوع بسیار مهم را ما بحث کردیم که تقدیم خبر بر مبتدا بود در چند مورد وجوبن. ما گفتیم که اساسا و قانونا باید که مبتدا بر خبر مقدم باشه، اما بعضی از موارد وجود می داشته باشه که به سبب وجود بعضی از علل خبر بر مبتدا مقدم میشه وجوباً، که آن علل برای شما ذکر گردید. و چون که وقت کم هست نمیخوایم که تکرارش کنیم، مثلا ضمیر متصل بر به همراه مبتدا که راجع باشه به طرف خبر، و یا اینکه خبر مبتدا نکره باشه، دیگه مصور نباشه جز تقدیم خبر و غیره. اما امروز یک موضوع مهم دیگر میخوایم که سرش بحث داشته باشیم، و اینکه کانه و اخواتها هست. دوستان عزیز، خلاصه موضوع را یک دفعه برایتان بگوییم، و این هست که مبتدا و خبر از مرفوعات هست. مبتدا مرفوع هست و عامل رفعش هم معنوی هست که ابتدایت هست، و خبر مرفوع هست. همچنان بعضی از علما گفتن که عامل رفعش مبتدا هست. خب، حالا دوستان عزیز، بعضی از افعال و حروف وجود می داشته باشه که مبتدا و خبر را از همه حالات مرفوع تغییر می دهند، و اینها را نواسخ می گوین. نواسخ شما می دانین دوستان عزیز که در لغات معنای لغوی و اصطلاحی نواسخ در اینجا ما آوردم. معنای لغوی نسخ به معنای ازاله هست، یقال نسخت الشمس و ابدله، منسوخ کرد، ازاله کرد افتاب سایه را، نسخ به معنای ازاله هست در لغت. و در اصطلاح نحات ما يرفع حكم المبتدا والخبر، ان كي رفع میکنه، دور میکنه، ازاله میکنه حکم مبتدا و خبر. پیش از وجود ای الفاظ، خواه افعال باشه و یا حروف، مبتدا و خبر مرفوع بود، اما وقتی که اینها میآیه مبتدا و خبر تغییر میده حالتشان. خب، باز چطور تغییر میته؟ تفصیلش با در اینجا ذکر هست که من نواسخ هفت تا هست. برایتان بگویم که هفت تا هست. بعضی اینا از افعال هستن، بعضی از جمله اینها از حروف هستن. دوستان عزیز، این نواسخ همگی یک قسم نیستن، بلکه بر سه کتگوری تقسیم میشه، و این تقسیمش هست: الف، این که ما یرفع المبتدا و ینسب الخبر، این که مبتدا را رفع میدهن و خبر را نسب. خب،
چرا باز برایش من منسوخ گفتیم یا حکمش چرا منسوخ قرار داریم؟ چون که مبتدا پیش از اون مرفوع بود، در اینجا نیز مرفوع هست اما لکن اسمش تغییر داده. می تغییر یا نسخ، دوستان عزیز خواهی می تغییر در اسم و نامش باشه او را تغییر بده و یا در حکمش باشه. یعنی شما دوستان عزیز در ذهنتان داشته باشین که تغییر باز بر دو قسم است. یک تغییر است که حکمش تغییر میده، رفع بود پیش و حالا در خبر شما میبینین که نسم است، و دیگه ای که نامش تغییر میده، این یک قسم نامش منسوخ کرد. حالا مثلا ما میگویم که ما یرفع المبتدا و ینسب الخبر، شاید در ذهن بیای که مبتدا مرفوع ده، حالا مرفوع است، اگر نسخ چه تاثیر کرد؟ نه خیر، در اینجا باز اسمش تغییر کرد. شما میبینین که و یسمى المبتدا اسما او فاعلا مجازا، برا اسم، اسمی کان و اخواته میگه مرفوع از خاطر است که این قسم فاعل داره یا به جای فاعل استاد است مجازا، و در اینجا باز او را مبتدا نمیگوین بلکه و یسمى اسم گفتن که و اسم مفتدا و اسم، در اینجا مفتدا اسم گفته میشه. پس در مفتدا تغییر در اسمش آمد، اسمش منسوخ کرد، پیش مفتدا بود، حالا ما میگویم که اسمی کانه هست، نمیگویم که مفتدای کانه هست، ابدا نمیشه. و اسم الخبر و خبرن مفعول مجازا، خبر باز خبرش نمیده میشه. خب تغییر باز اینجا در حکم هست، اینجا منصوب کردن و یا مفعول مجاز، پیش مرفوع بود تا اینجا منصوب کرد. ببینید دوستان عزیز، عزیز یک اتفاق عجیب است، در مبتدا حکمش تغییر نکرد، نامش تغییر کرد، اسم شد، یک نوع از نسخ آمد، و در خبر باز نامش تغییر نکرد بلکه حکمش تغییر کرد که پیش رفع بود حالا نسب شد. این یک قسم است دوستان که مبتدا را بسیار آسان شما یاد کنید که مبتدا را رفع میدهد و خبر نسب، مبتدا به اسم به نام اسمش یاد میشه، خبر به نام خبرش. خب دوم کاتگوری دوم که هست او ما ینسب المبتدا و یرفع الخبر، این که مبتدا را منصوب میکنه و خبر مرفوع میکنه، بالکل عکس هست، عکس گذشته هست. و هو انا و اخواتها، بیکار انا و اخواتی، انا که هست خواهرای اینا ایکاره میکنه، و اسم المبتدا اسما و الخبر خبر، مثل که در گذشته بود. این دو تا که هست برعکس یک دیگر هست. سو ما ینسبهما معا، که هر دو تا را منصوب میکنه، هم مبتدا را و هم خبر را منصوب میکنه. و هو ظن و اخواتها، و یسمى الاول مفعولا اولا و ثانی مفعولا ثانیا، اولش مفعول اول میگه و دومش باز مفعول ثانی میگه. خب مفعول دهات که هست از جمله نواسب هست. خب دوستان عزیز، خلاصه ای فقره این هست که ما نواسخ تعریف کردیم، نسخ تعریف کردیم لغتا و اصطلاحا، بعد از او نواسخ را تقسیم کردیم به سه کتگوری. خب دوستان عزیز، تقسیمات در روز زیاد هست دیگه، باز یک تقسیم دیگه که پیش ما برایشون اشاره کردیم شما دی بالا ببینین، الف و با. در این تقسیم دوستان عزیز حتما برایش اشاره شده، امین واسخ بر هفت، بر دو قسم است، هفت تا است، بر دو قسم تقدیم میشه، تقسیم میشه. اولین که افعال میباشه، افعالش مثل کانه و اخواتو هست، و افعال مقاربه هست که همگی نامیه از خود مباحث داره، و زنه و اخواتو ها هست. بعض حروف که هست مولا ولاد هست که مشابهات به بلیسه باشه، ولا من نفی لجنس هست، و این و اخواتو ها هست. با این ترتیب دوستان عزیز با این دو قسم ابتداء تقسیم میشه که افعال است و حروف است. خب دوستان عزیز، میایم به یک مسئله و یک نقطه مهم دیگر، و این است که
ما گفتیم که کانه و اخوات، حالا شما در ذهنتان هست که اخوات یا خواهرای کانه کیها هستند، چند تا هستند و چی معنا میدهند. ما میایم دوستان عزیز به اخوات اینا و مثالا را هم میاریم از محاوره عربی، اما مثال این حروف در قرآن عظیمشان بسیار زیاد هستند. بعدا اگر فرصت رسید ما چند تا از آیات ها میاریم دیگر، وقتی که شما قرآن عظیمشان را تلاوت میکنین با صدها مثال با صدها مثال روبرو میشوین، و خصوصا مثال های کان بسیار زیاد است. و کان الله غفور رحیم و کان الانسان قطورا کن فیکون لم یکن الذی، اینا هم از امکانه هست. خب دوستان عزیز، سوال می بینیم اخوات کنه و معنای هر کدومش به فارسی، و طرف المفتدا تشبیهن بالفعل گذشت و یسمى اسما و تنسب الخبر تشبیهن بالمفعول و یسمى خبره. امثله حول کان و اخواته و دخول عن مبتدا و خبر. کان زید قائما با چی معنا میه؟ بود زید استاد به فارسی به معنای بود میه کانه. و دیگه از خواهرانی کانه که هست اسبحه هست، مثالش اسبح الامیر مسرورا، شد همگام صبح. هر کار که در وقت صبح شده باشه، یعنی امیر مسرور خوش گردید در همگام صبح. و اصبح شما میگوی مثلا یک کسی در صبح که هست بیمار شد، شما میگوی اصبح سقیما یا اصبح مریضا، اصبح فیصل مریضا، اصبح فلان مسرورا. خب به این ترتیب میگوی، یعنی در شوی کار شد در صبح همگام. و دیگه از خوارانش امثل حارس مستيقظا، شد همگام شب، یعنی حارس یا چوکیدار در شب همگام بیدار بود، خواب نکرد. امسا به معنای کدام کاری که در شب همگام صورت گرفته باشه، همگام شب. اضحى المبرضات نشیطات، شد همگام ظهر، یعنی در وقت ظهر ممرضات فعال بودن. ممرضات همی چیزای میگوی که نرسا را، باجی ها را که در پاکستان باجی میگفتن، در عربی ممرضه میگوی و در فارسی باز او را نرس میگوی. به هر حال در همگام ظهر ممرضات یا نرسا، البته که مونس هست به خانم های میگوی، خانم های نرس نشیط و فعال بودن. دل جعفر یه از خوهرهای کانه که هست، اینجا اضحا هست، شما ببینید کانه شد، اصبحه شد، امسا شد، اضحا شد، دیگه دل هست. پنجم، ظل جعفر جالسا، و همه گی دوستا شما ببینین اسم خبرش، ببینین کان زید قائما، زید استاد، کان الامیر زید، اینجا که هست اسم کان هست، مرفوع هست، حکم شما در بالا میبینین. و قائما کس خبر کان هست، ما ایتا میگویم که به ترکیب، یعنی تا میگویم که کانه از نواسخ هست، از افعال هست، از جمله افعال هست، به اینجا ناقص هست. یک تقسیم دیگه بیامی باز می ناقص و تام. زیدون باز اسمش هست، مرفوع هست، رفش ظاهر زمه هست، قائمان خبر کنه هست، منصوب هست، و نصبش فتحه ظاهری هست. هم هر کدامش به امی ترتیب میاییم. دیگه ظل جعفر جالسا، ظل چی معنا داره؟ شد در طول روز، در طول روز جعفر نشسته بود، معناش این هست. در طول روز کدام کار که شده باشه، یعنی ظل
ظل الجو باردا در طول روز آب و هوا که بود سرد باندی ظل الجو حارا. خب شما میتونین که ده مثال از طرف خود جور کنیم و بیاریم. دیگه از خواهرانی کانه که هست دوستان عزیز باته هست. باته به معنای چی هست؟ در طول شب که هست، در طول روز نیست. اینجا از پیش ما غلطی شده، در طول روز، در طول شب باز باته میگه. بعد اخو که لاهین شد در طول شب، لاهین یعنی شب تیر کرد برادری تو در له و لعب. بات فلان مریضن، بات فیصل مریضن، در طول شب فیصل بیمار بود. فهمیدین دوستان عزیز؟ در طول شب فلانی کار شد. ای بات هست، بات دیگه از خواهرانی کنه هست. سر محمد کاتبن، گردید محمد کاتب. به بسیار زیاد هست. سهره به معنی سیرورت هست. کدام کار که از یک حالت به حالت دیگه تغییر خوانده باشه. خب دوستان عزیز، دیگه از خواهرانی کانه که هست لیسه هست. لیسه رجل حاضرن، لیسه به معنی نبودن هست، به معنی منفی هست، چون که معنی شوازی هست. ما دام سعید و کریمن همیشه بود، یعنی ما ای لحظ بسیار زیاد استعمال میشه. حتی قرآن شما میخوانی که ما دمتو حیه، و شما میگین که دمتو فی رعایت الله، به معنی همیشه شما در رعایت و حفظ الله سبحانه و تعالی باشید. و دمتو فی صحه و العافیه، به معنی همیشه هست. ما زال ابوک عاقلا، حالا بچه ضرورت نیست دیگه که همیشه هم برای شما ترکیب کنیم دیگه. سعید اسمش هست، مرفوع هست، و کریمن خبرش هست. ما زال ابوک عاقلا، به معنای همیشه بود، این به معنای همیشه است. اینا همه به معنای همیشه هستن. همیشه پدر شما عاقل بود. ابوک در اینجا هست، اسمی ما زال هست، مرفوع هست، و چون که از اسماء سته مکبره موحده هست، یعنی اعرابش فرعی هست، در حالت رفع واو داده برش. من فک قاسم مقیما، همیشه قاسم مقیم بود. ما فتیم هم به معنای همیشه است، ما بری هم به معنای همیشه هست. تفتعو در قرآن میآید، نبرحو در قرآن میآید. این هم الفاظ تقریبا در قرآن استعمال شده است. خب دوستان عزیز، ای بود کانه و خواهران کانه که به شما گفته شد. حالا میبینیم که در این جلسه میتونیم که پیش بریم یا بس میکنیم. اقسام کانه و خواهران من حیث العمل. دوستان عزیز، کانه و اخواتها از ناحیه عمل باز بر سه قسم هست. ما فکر میکنیم که او را بمانیم به جلسه آینده، و در جلسه آینده دوام بیتیم. خب دوستان عزیز، اخوتی فی الله و زملاء الكرام، أريد أن أقدم لكم نبذة لهذه المحاضرة أو لمحاضرة اليوم وموجزها. الأشياء التي نحن درسناها اليوم هي نواسخ المبتدأ والخبر. وقد عرفنا النسخ، وقلنا النسخ هو الإزالة في اللغة، الإزالة، وفي الاصطلاح إزالة أو رفع الحكم المبتدئي والخبر. ثم ذهبنا إلى بعض التقسيمات، تطرقنا إلى بعض التقسيمات، وقسمنا هذه النواسخ أولا على ثلاثة أقسام. وقلنا هذا النسخ ليس أحكام هذا النواسخ واحدة،
فإن بعض هذه النواسخ يرفع المبتدأ فيسمى اسمها وينسب الخبر، والقسم الثاني كان على العكس ينسب الخبر ويرفع المبتدأ، والقسم الثالث كان ينسب المبتدأ والخبر كليهما. ثم كان عندنا تقسيم آخر، وقلنا هذه النواسخ من حيث ذاتها، التقسيم الذاتي ينقسم على قسمين، منها أفعال ومنها أحرف. ثم إخوتي في الله، قد تطرقنا إلى تقسيم إلى الأمثلة، وقد ضربنا على كل هذه الأفعال كان وأخواته على أخوات الكان بعض الأمثلة مع معانيها، وأظن المعاني مهم لهذه الأفعال، فلا بد أن تحفظوها. وأشكركم وأسأل الله لكم التوفيق والسداد. ربي يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.